29 روز مرداد ماه برابر با 20 اوت سال 1271 خورشیدی برابر با 1892 میلادی، در گذشت میرزا رضا کلهر، نامدارترین خوشنویس دوره قاجاریه، فرزند رحیم بی که در منطقه کلهر کرمانشاه به دنیا آمد. او در آغاز جوانی به مقتضای ایلی به سواری و تیراندازی متمایل گشت، اما بعدها به خوشنویسی روی آورد و به تهران رهسپار شد و نزد میرزا محمد خانساری تعلیم خط گرفت. کلهر به سرعت از استادانش پیشی گرفت و ناگزیر خطوط به جامانده از میر عماد را سرمشق قرار داد. وقتی که آوازه او در افواه مردم پیچید، ناصرالدین شاه قاجار او را دعوت نمود و مدتی به شاگردی نزد کلهر مشق خط نمود. علاقه شاه به وی هیچگاه باعث نگردید به درآمد دربار متکی گردد و با حقوق اندکی که از راه کتابت دریافت می‌داشت روزگار گذراند تا سرانجام بر اثر بیماری وبا درگذشت. سال 1288 خورشیدی برابر با 1909 میلادی، در گذشت خورشید جی کاما، ایرانشناس هندی. خورشید جی رستم جی کاما از ایرانشناسان معروف پارسی هند و متخصص در زبان و ادبیات پهلوی و خطشناسی میخی در شهر بمبئی هند به دنیا آمد. وی پس از تکمیل تحصیلات مقدماتی خود در هند به اروپا سفر کرد و زبانهای فرانسوی، آلمانی، پهلوی و اوستایی و خط میخی را فرا گرفت. کاما در همین زمان کار تطبیق گرامر و دستور زبانهای ایرانی و سانسکریت را به انجام رساند. وی پس از بازگشت به هند برای رسمی ساختن زبان پهلوی در تحصیلات دانشگاهی کوشش فراوانی کرد و سرانجام موفق شد که این زبان را در امتحانات ورودی دانشگاه و مقاطع بالاتر دانشگاهی در رشته زبان رسمی سازد. کاما همچنین در علوم عقلی جهان ایران باستان تبحر فراوان یافت و به تدریس پرداخت. کاما علاوه بر ادبیات در علوم اجتماعی، گیاه شناسی، شیمی و علم نجوم نیز مهارت داشت و به عنوان یک سخنران زبردست از نفوذ کلام ویژه‌ای برخوردار بود. خورشید جی رستم جی کاما سرانجام در 80 سالگی درگذشت. سال 1347 خورشیدی برابر با 1968 میلادی، تهاجم ارتش پیمان ورشو به چکسلواکی و اشغال این کشور در سالهای اولیه زمامداری لئونید برژنف بر اتحاد جماهیر شوروی. شتاب تحولات در چکسلواکی و فاصله گرفتن این کشور از بلوک شرق از سایر کشورهای کمونیستی باعث نگرانی سران کرملین از اوضاع چکسلواکی گردید. از این رو طی دو کنفرانس با حضور رهبران 5 کشور عضو پیمان ورشو از چکسلواکی خواسته شد تا ضمن قبول اصل تساوی حقوق احزاب کمونیست از آرمانهای سوسیالیستی بلوک شرق دفاع کند. اما دوبچک تغییر زیادی در خط مشی خود نداد. از این رو تصمیم به مداخله نظامی و مسلحانه در چکسلواکی اتخاذ شد و به 4 کشور دیگر عضو پیمان ورشو شامل لهستان، مجارستان، بلغارستان و آلمان شرقی که از دستورات مسکو پیروی می کردند ابلاغ گردید.